وبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمنين. السلام على الكرام اكثر همه عزیزانی که الان دارن همه ما رو مشاهده میکنن و یا مستم که بیرون کنن میگم که جلساتی که منظرت تقریم میشه انشاءالله مفید خواهی را یعنی هم باشه و بخوبی هم میتونن درد میکنن آنچه که ما انشاءالله در این جلسات خدمت شد عرض. خب عزیزان در بسر از سهلات رسیدیم به فصل آخری که شبلا قرار خدمتون درست داریم و ارائه بکنیم، اونم بحث چیه دوستان؟ اونم بحث در واقع افت در لوله ها و جریان در واقع در لوله ها که استخدام انشاءالله نفس سیارات ما در اینتر خواهد. خب این دوستان در سیال اگر سیال حقیقی باشه با ما از برای ایدئال نباشه دست سیال های حقیقی شما بودید که ما چه خواهیم داشت باید در حفظ آب جریان بدان و دولا افته انرژی داریم بسیار شما مال انرژی در حد کلوشی بود بگم نام اچه انرژی در مقدری برم چه انرژی در مقدری بود بگیر به چی؟ افته انرژی. و اگر سیال ایدئال باشه باید افته انرژی نداریم اصلا ایدئال چون سیال‌ها تعریف که لذت صفر و واقعا استقامی نخواهد بود و شما افت انرژی هم اگه سیال سیال واقعی باشه دوستان واقعا مختلیم افت انرژی. تا الان دوستان تمام مثال هایی که با هم حل میکردن مثال های انرژی و مومنتوم ما در تعریفش با انرژی این دقت کردم چون ما همیشه اینو صفر میگیم ما همیشه از این افت انرژی صرف نظر میکردیم و مثلا خیلی راحت چکار میکردیم حل میشه. حالا این فرض دوستان تمام بحث ما این افته نمیده است سوال اینه ما قاعدا در مجال تحت فشار در لوله ها تو آب جریان داره و خب قاعدا آب یا هر سری که جریان داره سر سر خریقی است بنابراین شما افتش داریم افت انرژی داریم. حالا این افت انرژی رو باید چگونه حساب بکنیم؟ ما تا الان اصلا بحثی از این نداشتیم از این صرف نظر میکردیم. حالا میخوام تو این فرض بپردازیم بگید در جریان در لوله ها البته نه مجاری تحت فشار وقتی آب جریان داره یا سیال جریان داره این افت انرژی رو باید چگونه حساب بحث این فرد این خواهد. نکته دیگه باید اضافه کنم مثلا این افت انرژی که میگیم ما دو نوع افت انرژی داریم دارم کنیم بخونی ما انرژی در مقطعی یک چه دیگه مقطعی دو به افت انرژی که در مقال توی این مسیر بود داشته دو نوع افت انرژی داریم. یک افت انرژی حالا با همین ایچه افتشون میگیم در واقع یه افت انرژی آنها رو یک استقاقی یا کلی میگن اینا یه افت انرژی دیگه هم دوستان داریم افت انرژی آنها جزئی بهش میگیم یا افت انرژی موضعی میگیم افت انرژی موضعی بلا با اچ ال نشون میگیم اچ لوکال شما افت انرژی موضعی دوستو در واقع دو رو یعنی مجموع اینها رو میگیم افت انرژی دیگه حالا ما مجموع این دو تا پارامتر افت انرژی کل چیه مسیر ما افت انرژی کل چی چی گلی کلی گلی نه اون کلی افت انرژی موضعی افت انرژی کلی افت انرژی استکاکی میگیم دیگه ببینید مجموع اینها میشه افت انرژی چی افت انرژی کل در واقع مسیر ما. حالا چی میگن شما گفتن افت انرژی استکاکی روش دیگه اچ اف بچا هم افت انرژی است که بر اثر چی بوده بر اثر در واقع هم وجود نیروی لذت و مقاومت در برابر چی حرکت خب آب وقتی جریان پیدا میکنه در سیار وقتی جریان پیدا میکنه به علت لذتی که داره واقعا تنش های بروشی مقاوم وجود میاد تو مسیر تامسون میو دی و دیوان و اصلا سیار نیست و بعد این تنش های بروشی مقام در برای حرکت باید هم باید یکی استقرار میشن و مقدار انرژی چی میشه؟ تلف میشه باید گفتن اینجای استقراری ناشتن هم لذت و بحث های استقراری است ولی HL دوستان یا چند دوکان گفتن اینجای موضعی است بینید ما یک سری اتفاقات موضعی داریم در طول جریان که باعث افت انرژی میشه مثل چی مثلا حالا بعد اون رو تایبتر بحث هم گرداریم الان تو مطرح گردیم اون تن دوستان باز مثل مثلا شاشی اگه شما در طول مسیر شیر دارید در محل شیر ما یه مقدار انرژی افت پیدا می‌کنه به علت در وجود شیر و جرم‌های گردآوری تشکیل می‌شن یا
در جایی که شما میشه مقطعش که شما عوض بشه، مقطع شما یه دفعه ای در واقع از این مقطع مثلا با دهانه بزرگ تبدیل مقطع با دهانه کوچک میشه، یا برعکس دهانه کوچک تبدیل به دهانه بزرگ میشه. اینجا جایی که ما افت انرژی موضعی داریم. مثلا چه افت انرژی موضعی استفاده میشه دیگه، در یک موضع در یک محل خاص رخ میدهد. یعنی افت انرژی استقاقی چیه؟ در طول مسیره، یعنی در طول مسیری، در طول جریان شما افت دارید. ولی افت انرژی موضعی نه، در یک موضع خاص، در منشی یه دفعه مثلا پلکانی انرژی افت پیدا میکنه. ولی افت انرژی استقاقی نه، یه چیز تدریجی است در طول جریان. مثلا اگه انرژی در این مقطع شماره یک این مقطع شماره دو ببینیم، انرژی مثلا از اونجا تدریجا افت میکنه، یه دفعه نیست. ولی مثلا اگه شما اینجا یک شیر داشته باشید در طول جریان، مثلا اینجا مثلا یک شیر داشته باشید، جریان همینجا داره افت میکنه، یه دفعه اینجا کلا پلکانی میبینید، افت انرژی موضعی است. در محل شیر یک دفعه این چه افت انرژی موضعی که از اینجا تا اینجا انرژی افت بده که تدریجا افت انرژی استقرار است. اصلا افت انرژی موضعی بس چون در یک موضوع های خاص یک دفعه این رخ میده، ولی افت انرژی سی در طول لوله تدریجا چیه؟ رخ خواهد داد. خب این چی میشه؟ افت انرژی موضعی یا افت انرژی استقراری میشه؟ بیشتر بحث ما بچه‌ها افت انرژی استقراری است قاعدتا دیگه. افت انرژی موضعی البته یک اشاره اونجا یک فاین پرکسی از اولی بودن در عدد داره کنم در حد باشونه این شده اشاری در انتهای این فصل خواهیم برد. بیشتر بحث اون بحث نمی HF یا افت انرژی استقراری است که بعد اون چیزی حساب بشه. بیر بچه ها برای افت محاسبه افت انرژی استقراری روابط مختلفی ارائه شده، ولی میشه گفت معروف‌ترین و پرکاربردترین رابطه که برای افت انرژی استقراری دوستان استفاده میشه و بسیار مشهور و معروف هست، در عدد بحث رو چیمت رو جریان در لوله ها دیدیم. برای جریان در لوله ها معادله چیمت رو معادله که خیلی باش سرکار خواهید داشت، از این بعد اسمش هم زیاد میشنوید من بلند در درست های بعدی آموزنم. بلا معادله چی میگنم؟ معادله دارسی چی؟ وایس باف معادله دارسی وایس باخت دوستان یا افت انرژی چی برمونه یا افت انرژی یا اچ اف برابر می شود با یه رابطه. حالا من قبل از اینکه رابطه دارسی وایس باخت رو بنویسم، برای اینکه من دارم بحث می شود بیشتر برای بزن که رفته بحثی که واقعا قشنگ ما فرق بگیرم بجای دارسی وایس باخت رو خواستم الان رابطه اچ اف برمونه. واقعا افت انرژی به چه عوامی بستگی داره؟ بیان عوامی مستقیم با ارتفاع رابطه مستقیم داره. ارتفاع؟ ارتفاع ها که رو اوت میکنه شما میده این چی نگاه نمیده از این جوهر بسید آب کسا ارتفاع نهاره تو لوله است تو لوله برا آب ارتفاع شما نه الان افت انرژی حالا بسید به نظر شما به چه عوامی رب داره؟ این آب که در طول لوله حرکت میکنه این افتی که رو نسجت رو خب احسن به چی رفت داره یه سلش؟ به لذت استرین پاک داخلیش رو نیوش رو به لذت، باید یه بس از اون دست همون افتن جسی به چه درد برای سنگاه سال واقعی است و لذت داره و تنشتا بروشی ایجاد شده بسون یه بس از لذت یه دیگه به چی بسی داره؟ شکستگی ها یا همون مثل شیر؟ خب لحظه کنون موزه یه دیگه مثلا ما شکسته نرمون دوله داریم سر رو جرم افت انرژی رو خود یک نیا به لذت هرچه لذت سیار بیشتر باشه افت انرژی مسیر حرکت به توی مسیر حرکت داره سرعتش تو احسن یک عامل خیلی مهم چیه دوستان سرعت داره یعنی این افت انرژی رو خود میده بچه عدم شد که بیشتر به اصلا بالا اختلاف سرعت داره یا عامل خیلی مهم توی افت انرژی استحقاقی سرعته بالتا هرچه سرعت جریان بیشتر باشه خب استحقاقش با جداره چی میشه بیشتر میشه چرا بچه‌ها چون وی جریان نسبت به وی جداره وی جداره صفر وی از این بیشتر میشه دلتا وی ما بیشتر میشه بعدا تنش بروشان یاد بشه تا میو دی یو دی وای بود دیگه هر چون اختلاف سرعت بیشتر باشه چیه افت انرژی چیه بیشتر دیگه چی موثره بچه‌ها توی افت انرژی که الان در مورد رخ میده یا عامل دیگه الان هست عامل مهمی هم هست یا خیلی بدیهی هم از چی بسید داره واحدا
برای افت انرژی به خود سیار خاصیت سیار میسازه. خب این میبینی خاصیت سیار چه هم میبینی شد اینا قاعدتا میوخت خاصیت از سیار هست که بیان کننده چیه اما محامد در برای حرکت خود لوله چی؟ به جنس لوله اصلا نره؟ به ضروری جداره این لوله؟ چون که خیلی برم لوله شما مثلا فایبرگلاس باشه لوله تو نمیدونم پولیتیلن باشه لوله تو چودنی باشه روش شد بعد به چی بزرسته به جنس لوله ها میگه به چی به ضروری جداره این لوله آره؟ ضروری جداره چی؟ لوله؟ چون قاعدتا هر جنس لوله شما در واقع ضروری جدارش کمتر هم باشه صافتر باشه با اون انرژی چیه؟ کمتر کاملا مشخصه باشه؟ یه عامل دیگه هم اگه بگیم تقریبا عوامل که گفتیم اتفاقی میشه یه عامل دیگه هم میشه اون افت انرژی اصل قاعدتا اثر داره چیه؟ شما یا قطع بیدیم اصلا قطع رو کنیم و چی آقا؟ قطع خود لوله است قطع لوله هم میشون محصله چرا وقتا قطع لوله هم میشون بحث میکنیم قاعدتا محیط چیه؟ هرچی خود بیشتر میشه خب اون محیطی که در واقع حالا درگیر میشه جریان باهاش بیشتر میشه قاعدتا یعنی بحث اینه که خود قطر در واقع شما در یک مساحت ثابت ارزم بودتون که دبی که میخوای جریان پیدا کنید در سیستم شما اون دبی میتونه در مساحت های مختلف جریان پیدا کنید اینکه شما در واقع چه مسئله رو انتخاب بکنید که کم داره افتی داشته باشه چیه؟ خودش بسیار بحثه مهمه باید قطع هم محسره کلا ما قطع با چی نشون میریم دوستان؟ با دی و بزرگ نشون میریم در لوله ها زبونی یه جدار لوله هم بچه به قامت نشون میریم به نام اپسیلون به اپسیلون میگن ارتفاع زبونی چی؟ جدار ارتفاع زبونی جدار اپسیلون میشون یعنی شما اگر مثلا لوله داشته باشید دوستان در این لوله مثلا شما این سری ناهمواری هایی داشته باشید از مثلا میکروسکوپی گیرید مثلا شما اگر این لوله که اینجا دارید ظاهرا صافه ولی اگر این لوله را یک ذره‌بین قرار بدید و این به این لوله نگاه کنید قاعدتا این چی می‌بینید این دارای یک سری چیه دارای یک سری ناهمواری هاست این ارتفاع این زبری جدار را میگن چی اپسیلون ارتفاع اون زبری جدار شما که حتی میگم قاعدتا میکروسکوپی که خیلی در ظاهر دیده نمیشه نشان داده زبری هر این اپسیلون کمتر باشه این ارتفاع زبری جدار کمتر باشه این صد صد صافتر است دوستان اینا میشه عواملی که قاعدتا چیه در چه موثر به واسه در رابطه دارسی وایس باخ ما انتظار داریم این عوامل رو ببینیم این اگه دارسی وایس خود داره رابطه بیان کنه انتظار داریم این عوامل رو در بحث دارسی وایس باخ بتونیم ببینیم حالا رابطه که دوستان دارسی وایس باخ بیان کنه میگه اچ اف برابر است با اف ال دی وی دو دی چی دو جی این رابطه معروف دارسی وایس بسیار از رابطه پروکاربوس یعنی حتی در هیلوری درسته این مال لوله هاست اسمه این درسته مال لوله هاست به امسان هیلوری کم که ایچالله حالا در من دوستان باشی به مدره با هر که در دوستان داشته باشی درس رو اونجا میرید که مثلا ما بعد از اون میایم تشابه میدیم با رابطه دارسی وایس باخ برای کسی روابط توی هیلوری در واقع استفراج بکنیم بنابراین این رابطه رابطه ایست که زیاد به گوشت خواهد کنم دارسی وایس باخ میگه اچ اف هست اف ال دی میدونه چی دو جی ال که همون چیه؟ طول مسیر حرکته قاعدتا هر چی بیشتر باشه افت انرژی بیشتره وی چیه؟ سرعت هر سرعت بیشتر باشه چیه؟ قاعدتا افت انرژی بیشتره جی هم که شکل جاذبه است دی چیه؟ قطر لوله است که در واقع اینجا مشاهده میکنی در رابطه یعنی هر چی قطر بیشتر باشه افت انرژی کمتره حالا خب درست داره عوضی بینه آخر الان باید اف بحث کنیم صرفا دی رو اینجور به تنهایی نمیتونیم بحث کنیم خب چون تو دل خود اف که میخوایم بحث کنیم باید عامل دی هست یه وقتی استفاده یه مقدار الان هم میدونم سوال کنیم اینا ها منظور بچه واضحه چه اینا به لفتر سرعت هست و قطر هست و طول مسیر خیلی میمونه این اف نیست یعنی این خیلی هم مهمه کاری بشمون زنگ استفاده دار سفاده شما آخوانه ذریب استحکام در دارسی وایس باخ بسیار برانه مهم نیست که مصطبه از شده خب این ذریب استحکام در دارسی وایس باخ دوستان الان کدوم آمل رو ما نمیدیم توی این روابط الان
از این عواملی که گفتیم مؤثر کدوم رو نمی‌بینیم تو اچ اف غالبا لذت و لذت رو نمی‌بینیم تو اینکه چی این زبری چی دولتونی شما الان بگم بهتون در بحث رابطه که آیه آقایان دار تو اسلام دادن شما میگه من اعلام میدم میرم میبینم میرم میبینم حالا به اعتمادش کاری ندارم ولی خب قاعدتا واضح و بدیهی است که لذت قطعا افتن جسد داره خب این تو این سر لوله من آب است اردن آن جیوه است اصل افتن جیه فرق میکنه و مهمتر از این جداره لوله است اصلا خیلی فرق داره تو آب تو چه لوله یادم داره حرکت میکنه خب افتش هر لوله ما در واقع زبرتر باشه افتن جیه بیشتر داره کو الان به ظاهر تو رابطه دارسالله تو اینها نمیبینیم پس قاعدا انتظار داریم تو چی ببینیم؟ اف یعنی انتظار داریم در دل اف این دو عامل را حتما چکار کنه؟ ببینه یعنی اف باعث اون کرامتی باشه که در داخل دل خودش این دو عامل مربوط به لذت و زبری جداره رو چیه؟ داشته باشه حالا بینه شما اف ما بگیم چی میگیم این ذریع استدلال کارتون پاس با هم دوستان تابعیست اینطور نمیگیم تابعیست از دو عامل یکی تابعیست از جداری بوده ولی اصلا برای اینکه ما اینا رو بیبرد بکنیم که راحت‌تر بتونیم تو نمودار ازش استفاده کنیم ما میگیم این ذریع استقلال درس و اصلا تابعیست از زبری لوله تقسیم بر چی تقسیم بر قوس لوله اصلا زبری لوله یعنی ارتفاع زبری جداره تقسیم بر چی قوس لوله اپسیلون دیوم معرفه کنیم تابعیست از اپسیلون دیوم و تابعیست از زبری لوله تقسیم بر قوس لوله و عامل دیگه که بچه ها باعثاً بستگی خواهد داشتون اف چیه؟ باید لذت داشته باشه حالا چون باید ما عدد رو بدونه بود میخوام استفاده بکنم چون عدد رو بدونه بود چون که استفاده نموداری برای ما خیلی کار راحت میکنم باعث میشم میتونی تیپ گسترده رو با یه نمودار محاصر بود حالا عدد بدونه بود دیگه دوستان تو دل خودش لذت داشته باشه چه عددیست؟ ما عدد بدونه بود در واقع توش لذت داره چیز آیا هم بسید تو سایبان یه عدد به دومه بود خیلی مهم داشت که توش لذت داشت عدد چی بود؟ اصلا تو عدد به دومه بود که ما گفتم کنید داشت من روز عدد به دومه بود خیلی مهم توی سایبان بود میو ایس و میو کاو بینه اونا میو ایس بود نه 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 اونا دینامیک دینامیک رد سایبیوزی بود تو تا عدد بده بود تو سرعت گفتیم خیلی مهمه که جرم ها خصیم بنده میکردیم بگودی با اصلا عدد بود این جرم شیلیز یا اوشیلیز دو تا عدد بده بود داشته بکی چی بود؟ یکی عدد رینولز بود یکی عدد فرود بود دیگه دو تا عدد مهم داشتیم بگودی با رینولز که اگر مثلا رینولز کمتر از مثلا 2000 بره جریان آرام بیش از 4000 باشه جریان آشوف راست بین این مطمئن باشه مثلا چیه؟ بینام یا عدد فرود های کمتر از یک باشه زیر بحرانیه بزرگتر از یک باشه فوق بحرانی و اینا حالا تو کدوم از این دو تا عدد لذت وجود داشت؟ تو عدد فروید و تو عدد رینولد؟ تو رینولد درسته؟ بنابراین دوستان ما میگیم این اف به ذریع اسپکتاکل دارسی وایس باخ تابعیست از در واقع اپسیلون دیوم و عدد چی؟ و عدد چی؟ رینولدز و عدد رینولدز که عدد رینولدز دوستان چیه؟ که عدد رینولدز حالا دوباره تعریفش بیرسه عدد رینولدز چی بوده تو کن باشه بود رو وی دی تقسیم بر چی؟ میو دی این عدد رینولدز برابر میشه و ما در واقع چگالی ضرب در سرعت ضرب در خود تقسیم بر چی؟ لذت یا میتونیسیم به چی برسیم؟ میتونیسیم برسیم که وی دی تقسیم بر چی؟ تقسیم بر نو حالا میو لذت سینماتون نو لذت چیه؟ این باشه لذت دینامیکی بود نو لذت چیه؟ سینماتیکی در واقع این میدونی دیگه ما تو رو گفتیم چیه؟ در واقع گفتیم نو برابر میشه به میو تقسیم بر چی؟ رو حالا معنای ویدی تصفر نوری رو ویدی تصفر میو چند وقتا معمولا تو سوالا بچه ها نور به شما میدن مثلا میگن لزه سیناتیکا و که هفته منفی شیشه معمولا این عدد رو میتونه ویدی تصفر نوری خب این مشتر لبه بسان بیرون دقیقه که باید دقیقه کنیم که ما الان
این عوامل باقی مانده رو که یکی لذت بود اگه جدار بودر بود رو تو دل اف داریم، چون اف میگیم تابعی است از اپسیلون میام یه ارتفاع جداره لوله یا زبری لوله آن جنس لوله توش دخیل هستی مقبوض لوله و عدد ریمنوز ما در دل ریمنوز چی داریم؟ لذت رو داریم. در دل ریمنوز ما لذت رو چیه؟ میبینیم اون ویدی تقسیم برموی رو ویدی تقسیم برموی رو داریم. بنابراین مثلا کنید همه این عواملی که قاعدتا قابل حدس بود که باعث اثر بگذاره توی افت انرژی رو رابطه دارسی با اسپاخ چیه در دل خودش دار. خب حالا قاعدتا این فعلا تا محبر ما گفتیم که اف تابعیس از چی؟ تابع از دار. حالا چیزی باید اف رو حساب کنیم. حالا ما میدونیم تابعیس از اپسیلون بیان و عدد بین تابعیس از دو عدد بین بود که این مربوط به جنس لونه است، این مربوط به همون مدر عاملش بحث لذت و در واقع مقاومت در حرکت سیاره که مربوط به سیاره این مربوط لوله است یعنی تابعی است از عوامل مربوط به خود جنس لوله و عوامل مربوط به چی جنس سیاره. حالا ما چجوری باید اف رو حساب بکنیم؟ باید من میرم تو برای محاسبه ما میرم از چی استفاده میکنیم؟ از دیاگرام استفاده میکنیم. دیاگرام بسیار معروف میرم دیاگرام چی؟ دیاگرام مودی. از برای محاسبه اف از چی استفاده میکنیم؟ از دیاگرام مودی استفاده میکنیم. این هم بچه اسمشو بعضا ما توی لیک زیاد استفاده میکنیم چون ما کاربرد داره. باید هم دیاگرام چی؟ مودی استفاده میکنیم. دوستان؟ دیاگرام اسم بچه ما کمک میکنه تا بتونیم اف رو چگاه بکنیم محاسب کنیم. بعضا بچه این دیاگرام بایستی تابعی باشه از این اپسیلون بیو معدل ریلوز دیگه معدلتا تا بتونه اف رو ما چیه؟ بله. من شماتیک الان تخته میکشم بعد برگشت حالا داریم من هم دوربین میتونیم بتونیم تصویر کنیم که اون برگه بعد بگیریم و اونجا با هم بحث کنیم. فعلا برای اینکه آشنا بشیم دوستان ما در واقع با این دیاگرام من اینجا مثلا شماتیک میکشم و بعد ان شاءالله خود برگه اصلی هم حالا ان شاءالله من تو سامانه برام میذارم هم اینجا الان دوربین میگیریم با هم کار میکنیم. مثلا دیاگرام رو دیگه خاطر محور قائمش اف رو شما میگیرید. خداوند واسه اف میگیرید. محور اول به شما چیه؟ اف رو محور افقی چیه دوستان؟ عدد رینولدز او گفت اف تابع از چیه؟ داریم اف تابع از عدد رینولدز و چی؟ اپسیلون دیوم تابع از عدد رینولدز و چی؟ و اپسیلون دیوم. بنابراین شما الان رینولدز رو چیه چی؟ رینولدز رو شما در رینولدز رو شما در چی میبینی؟ رینولدز رو شما حالا بعدم میگه وای چیز الان به نظر ما نیم بس کنم بعد اینو بعد پس از جلوش بگیریم و با هم بگیم بس کنم خب براش کلیت شو میکشم بعد خود بعد بس رو میگیم خب تابع است F تابع است از رینولدز و اپسیلون دیو. حالا اپسیلون دیو چی میگه بچا؟ اپسیلون دیو در واقع دیاگرام بودی حالا من چی کجوری یک همچه شکلی های داره خب که ببینید دوستان الان این شکلی که شما می‌بینید قاعدتاً چیه این نمودارها رینولدز رو اینجا می‌بینید هر کدوم از این نمودارها چیه مربوط به یک از اپسیلون دیوم هاست پس هر کدوم از اینها بچه یک اپسیلون دیوم خاص نیست خب مثلا این اپسیلون دیوم مثلا فرض کنید مثلا یک مثلا صد هزارم بگیم مثلا یک ده هزارم همینطوری دیگه اینا معلوم هر کدوم از اینا معلوم به یک اپسیلون دیوم دیگه مثلا ما این ترکیش من بالا از بالا به پایین تنم شده پایین به بالا از اینا تنم بشه آره درست میشه از هشت به پایین کمتر مثلا بیشتر شده کمتر میشه باید حالا مثلا این اگه مثلا یک دمومه مثلا یک سدومه این یک هزارمه این یک در هزارمه مثلا هر کنون از اینا معروب به یک اپسیلون دیوم هستش دوست شد
بنابراین من اگر میخوام F حساب کنم بعد چیکار کنم؟ خیلی ساده. آقا مثلا یه لوله به شما دادم با یه سیال میگم آقا F شنده. میگم کار نداره من بدون دادم دیگه. میگم ریم رو شنده مثلا ریم شده این یاده. هر عدد مثلا شده در و در پنج. خب این در و در پنج رو میام بالا خب اپسیلون دیوم لوله چنده؟ میگم آقا مثلا لوله اپسیلون دیومش هست کنن چقدر؟ یک سدوم. میام مثلا روی نمودار اپسیلون دیوم یک سدوم کل نمودار به اپسیلون دیوم یک سدوم رو میگم. اینجا قطع میکنه میام اون محور قائم چی میخونم؟ اف رو میخونم. خیلی ساده است. من اول باید ببینم آقا کدوم از این نمودارها مربوط به منه. خب میگم آقا مثلا من لوله که دارم اپسیلون دیومش رو مثلا میگم لوله بتونه. اپسیلون دیوم شاید بین اینا نباشه. شاید بین شما. خب بعد دریا میکنه دیگه. مثلا خود شماتیک میکشه حالا چیز دیگه. من از اون کلیت دارم میگم. حالا شما تو اول باید اپسیلون دیومتون انتخاب کنید. میگم آقا من اپسیلون دیوم شده یک صدام. این نمودار مربوط به منه. این نمودار سطح کلا مربوط به اپسیلون دیوم چیه؟ یک صدام. حالا میام ریمر رو تمام مشخص میکنم میاد بالا این نقطه رو قطع میکنه این نمودار مربوط به اپسیلون دیوم منو میام اون محور قائم چیکار میکنم این اف رو چیکار میکنم میخونم. پس بحث محاسبه اف محاسبه به این دیاگرام یعنی چی هست؟ این دیاگرام بودیه آره؟ دیاگرام دوانه بودیست. چون این خطه دیگه ما روش نمیشه افتون دیگه من بودن چند خط صاف دیدن یه دو خط صاف دیدن فقط تابع از چیه افش فقط تابع از که رینوز چنده رینوز که عوض میشه قاعدتاً چیه این اف عوض میشه ولی بچه در دیانان آرام یه محاسبه اف هیچ ربطی به جنابه اینه نداره خیلی جالبه این بچه در دیانان های آرام در دیانان که دیانان آرام میست اصلا جنس لوله خیلی جالبه جنس لوله هیچ اثر تو اف نداره این فقط سرعت و عدد رینوز در واقع خودمون در واقع لذت سیار و سرعتی که اثر داره توی چی؟ توی محاسبه اف شما دوستون؟ پس بنابراین این واقع خیلی جالبه پس ما در جریان های آرام دوستان یک معادله چیه؟ یک معادله خیلی ساده داره به محاسبه اف پس ما میگیم ما در جریان آرام حالا جریان آرام بچه چی بود ملاکش؟ گفتم رینوز کمتر از چند رو بگیم تو سیاره ها جران آرام در سیاره ها فکر کنم برای که چون ما بایدونی بعدا پاتی میکنیم تو یکیش 500 و 2000 هم یکی 2000 و 4000 حالا من فکر کنم تو سیاره ها رینوز چند برای 500 رو در ماده یعنی برای ویدیوها برای مجاری تحقیقش ها رینوز کم برای 500 رو این جریان چیه؟ آرام اون 2000 و 4000 کمان کنترولی چه داره رینوز کمتر از 500 جریان چیه؟ جریان آرام خب اگر جریان آرام باشه دوستان نکته میگه که چیه؟ F دیگه فقط تابعیست از چی؟ F دیگه فقط تابعیست از عدد رینوز اون همه تابع خطی داره و فرمولش هم دوستان چیه؟ این فرمولش خیلی مهم به دوستان برم باشیم که F زنگ استقلال دارستی با اسپاق زمانی که جریان جریان آرام باشه دوستان دیگه فقط دعوت کلی گفتیم این تابع از رینوز اپسیلون دیوم این هم جنس رو مهمه هم جنس سیار ولی دیگه وقتی جریان آرامه دوستان فقط جنس سیار مهمه جنس رو مهم نیست اف چی میشه؟ اف بعد فرمول میشه بچه 64
تقسیم بر عدد چی؟ رینولدز. اف جی یعنی اف جی 64 تقسیم بر رینولدز. یعنی اف برای رابطه خیلی خیلی ساده چیه؟ بیان میشه. پس ما اگر ما اف رو محاسبه کنیم چطور؟ اف در واقع برابر خواهد شد برای جریان آرام این معادله خطی که بچه‌ها نوشتیم اینه معادله خطی که ما نوشتیم هست اف مساوی 64 تقسیم بر چی؟ رینولدز. یعنی فقط بحث رینولدز توش چیه؟ توش مؤثره و آمدگی توش مؤثر نیست. به خیلی راحت میتونیم اف رو با فرمول حساب بکنیم بسید؟ یا برای دیگر اف میشه چقدر؟ میشه 64 آره نو روی وی بی بی آره یا میشه 64 نیو آره روی رو وی یا به جای وی رو بزنیم وی دی نو یا بزنیم رو وی دی دست من نیو قاعدا اف چیه؟ اف از اینجا حساب میشه یا بسور خیلی خوب. پس اگر بسان جریان جریان آرام باشه من افته در واقع انرژی که میخوام حساب بکنم HF رو که میخوام حساب بکنم خیلی یه فرمول ساده میزنم میگم HF برابر با FLD V2 روی چی؟ دو جی FLD V2 دو جی بسه همینجا در قرار نمیده افت انرژی رو معمولا ما به جایی که با سرعت بیان کنیم معمولا با دبی باید کنیم چون راحت داریم بسه چون قبل عادت کاری که دروس ما اون چیزی که داریم دبیه یعنی پارامتری که باهاش سر و کار داریم و باهاش کار می‌کنیم و وجود داره دبیه. در کارهای اجرایی هم بعضی میگن دبی جریان چقدره دبی متون چقدره خب به من معمولا روابط بجای با سرعت بیان کردن میان چی بیان کنن و دبی بیان کنن ما رو با دبی بیان کردن باشه خیلی مهمه اول رابطه کلی به دست میشه اف ال دی این دو جیش هم که سر جاش به جای بیش میذارم رابطه سرعت با دبی چی بوده هم سی کیو برابر است با آوی بله ما توی میدونی اسم آقای کیو برابر میشه با وی زب در آ در نتیجه وی میشه چی کیو تقسیم بر آ خب میشه کیو تقسیم بر مساحت رو بزن دو بس 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 دیگه چی میشه مساحت رو بزن میشه پی دی دو چهار پی دی دو چهار بس چهار میاد بیاد میشه چهار تا کیو تقسیم بر پی دی دو پس سرعت بشه در واقع چی؟ سرعت به چهار کیو تقسیم پی دی دو پس به جای سرعت چه قرار میدم؟ پس به جای سرعت قرار میدم چهار کیو تقسیم بر پی دی دو حالا این توان دو هم عادتا فاعل میشه و اگر توان دو رو بذارم اینو به عنوان در واقع پرانتز گفتیم خدمتتون و اگر اینو قرار بدم دوستان میشه چی میشه 4 تا 16 میشه 16 تا کیلو 16 بابا ساده میشه 8 تا دوستان پس من میتونم بگم آقا این HF رو اگر بخوام بر اساس دبی بیان بکنم پس HF اگر بخوام به جای سرعت بر اساس دبی بیان بده در دا اول یه 8 میاد دوستان بعد 4 تا 16 دوستان میشه 8 دوستان میشه 8 خب F L خب بچ دارم بعد کیو زمان چند دارم؟ کیو زمان دو دارم 8 اف ال کیو دو دوست؟ حالا اینجا چی میشه بچه ها؟ کی به زمان دو دارم؟ دی به زمان چه میدارم؟ دی به زمان چه با دی میشه دی به زمان چه دارم؟ 5 چه 8 اف ال کیو دو تقسیم بر جی کیلو دی به زمان چه دارم؟ 5 این میشه چه بچه ها؟ این میشه رابطه یا افت انرژی بر اساس دبی یعنی به جایی که با سرعت بیان کنیم بچه ها معمولا این استفاده میشه اونچه که برای ما پرکار برده در واقعیت این فرمول به جایی اف ال دی دو جی یعنی هر رابطه دارسی پاسپاس به جایی که با سرعت بیان کنیم با دبی بیان کنیم با سرکیم کنم بچه این رابطه بیشتر این رابطه بزن در ذهن ما شاید نقش کنم دیگه 8 اف ال چی دو روی جی پی دو دی پنج میشه درست شد؟ جی پی دو دی پنج خب این چیه دوستان؟ این میشود در واقع رابطه افت انرژی دارسی پاسپان بر اساس دبی. حالا بحث ما چی بود؟ حالا بحث ما این بود که اگر جریان آرام باشه باز خود اف رو داریم دیگه اف
مچ نیست. اف جی 64 لطفا چی؟ رینولد. حالا اگر که به جای اف بزنیم 64 تقسیم بر رینولد اچ اف در این چیز زمان این اچ اف در کنیز که چیه؟ رابطه افت انرژی بر حسب چی؟ بر حسب دی. ولی اگر ما رابطه افت انرژی رو حالا در جریان آرام به دست بیاریم و رابطه افت انرژی در جریان آرام اگر میخوام به دست بیارم میگم اچ اف برابر است با 8 ضرب در به جای اف چی قرار دارم بچه‌ها؟ به جای اف قرار دارم 64 تقسیم بر رینولدز کنم. رینولدز هم بگم میشه وی دی تقسیم بر مو یا دو وی دی تقسیم بر میو. پس به جای اف میتونم چه قرار بدم؟ به جای اف میتونم قرار بدم چی؟ 64 تا حالا بگم میو تقسیم بر رو وی دی میشه به جای اف ضرب در ا کیلو روی جی کیلو دی به تمام شود پنج. خب حالا اگر در واقع اینو ضرب کنم 8 تا 64 تا شدن میشه آقای عباسی. من نمیخواد دیگه با ماشین سوار بزنیم. 4 8 تا 32 تا 6 8 تا 48 تا 4096 4096 نه 512 میگم خب 15 و 12 خب بعد دیگه چه من میشه 15 و 12 تا خب چی؟ شما میو ال کیلو تقسیم بر چی؟ رو جی جی کیلو کیلو دی به زمان 6 زدش چی؟ یه بیم رو میدیم یه بیم اونجا داریم تو مکرد بسو باز بیری چی برد نسم؟ باز بیری برد نسم 4 کیلو پی بی دو 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 پنجه بسم بی و میرم تو محله بعد اینجا رو فتم تنیم دوستو یه بی دارم حالا بجه بی چی قرار بدم بودم بی برسته بیم تو 4 کیلو پی بی دو دو پس میشه اچه پس میتونم بگم اوه اچه اف برابر میشود با حالا 512 میلیون ال کیلو تقسیم بر رو جی پی به توان دو پی به توان چقدر 6 به جای بی چی قرار بدم؟ به جای بی قرار بدم 4 کیلو پی جی 4 کیلو میلیون پی دو. حالا اگر سالو بکنم چی میشه؟ اول 512 تقسیم بر 4 چقدر میشه؟ 128 128 درست. 128 درست. پس میشه چقدر؟ میشه 128 با میو ال کیو دو کیو پی یکی رو پی پایی مخواه دیدوش هم باید دیدو با پی مخواه پی مرسود حالا میگم رو جی پی دی چند؟ دی سه دی چار دی اردم شیش با دیدو شده دی چار این کیلو هم با کیو میشه کیلو دیه تمام دو نرده سده سرش میو ال کیو روی رو جی پی دی چهار. یا اگر دوستان حالا نوع دیگه اش هم میگه اگر میو میو کیو هم میشه دوست بیا میو تقسیم بر رو هم که اسم نوع دیگه تو شد جا میو کیو هم میشه دوست بیا نه دیگه ما اصلا خواهم اصلا دیوی برسیم دیگه حتی اول سوال بوده تجربه دیوی کردیم و اصلا دیوی توشون دیوی کار بوده داره چقدر میشه نیمش که میسیم 128 تا در واقع چی؟ نو ال کیو و جی پی پی به توان چقدر؟ نوال کیو روی جی پی دی به تمام تا قد چهار. پس افت انرژی این چی بچه ها؟ این دقت کنید این چی الان این رابطه برسیم بچه ها؟ این رابطه چیه؟ افت انرژی نه افت انرژی برای چی؟
افت انرژی در جریان های چی؟ آرام. افت انرژی در جریان های چی؟ آرام. چون در جریان آرام که بچه خبر ریلونز در جریان آرام هست که اف فقط تابع از ریلونز و یه رابطه که ساده داره که ما این سادگی رو توسیم بذاریم. غیر از جریان آرام اصلا اف رابطه مشخصی نداره به اون معنی که ما تو رابطه بذاریم و چیزی هاش بشه. ولی اگه جریان آرام باشن رابطه HF در واقع مستقل از F میتونه به دست بیاریم که 128 مو LQ و 128 مو LQ تقریبا رو جی پی دیو تامت و 4 دوست شده؟ بنابراین در جریان های آرام بچه خوشبختانه میتونیم افت انرژی رو مستقل از F در واقع حساب بکنیم و هم رامورت های گردی و طول و هر در وجود لزجت و اینها مستقیمن اچه به دست دارد استفاده دیاگرام مودی و در واقع حالا محاسبه F مثل غیر مستقیم چیه؟ نداره. پس هم دقیق هم بود بچه رابطه افت انرژی هم رابطه داستگاسوس اینجا بود بر اساس سرعت بر اساس دبی همون رابطه ای داره سیاس کافی بر اساس سرعت بود بر اساس دبی تعریف شده این خیلی از موقع بودن این همون رابطه داره سیاس باشه حالت جران آنها باشه چه آشفته باشه چه هرچی باشه این در واقع چیه رابطه افت انرژی بر اساس دبی است. حالا اگر جریان آرام باشن این رابطه ای بر اساس دبی نمیشه رابطه داره سیاس باشه پول بیز آنچه آرام باشه چه آشفته در جریان آرام تعریف شده این 128 تا نو الکیو تقسیم بر چی؟ چی این دو هم کنون لذت چیه؟ در واقع سینماتیکی هم باشه سایم سر دو اکیو تقسیم بر جی پی دیو تما چقدر؟ چهار میشه میشه چی؟ میشه افت انرژی در جریان آرام چه؟ در جریان آرام مثلا خیلی جالبه بود بچه اینکه حالا من چطور میشه بچه چرا جریان آرام رفت به جنس رو نداره؟ این جالبه ها این داریم میگم یا افت انرژی رفت به جنس رو نداره الان افت انرژی رو چی در بوده؟ افت انرژی فقط رفت داره به لذت دبی و قطر اصلا به جنس رو رفت داره اینا ما جنس رو شما هر چی باشه زرد باشه صاف باشه افت انرژی فقط تابعیست از خود سیاره ما دیگه جنسه توش اصلا نداره بسو؟ خب این میشه در جمعه آره که اون بچه رابطه اصلا کلن توی نمونه اونا باید نشون خانیلا کلا این خط جریان آرام جداست از این نمودارهای اپسیلون ها جدا هستش و هر دفعه بودتون که یک تابعی است فقط میگم از ریلونز فقط ریلونز شما اصلا دیگه چند تا خط نداره که این اپسیلون گیوم رو رابطش رو در آوردیم رابطش هم اینجا براتون افت انرژی در آرام در آوردیم. خب حالا اسم این رابطه هم رابطه خواست کنه رابطه هیگان بویسله همینه و از هم رابطه دار سوای اسکاپ های لجان آرام و اصلا که اف خوشش از چهار قصه بر بگیم حالا این نقطه اولی که تو دیاران بود تو دیاران بود تو دیاران بود تو نقطه خیلی مهم بوده نقطه اولی که بود که شما یه خط رو جدا میبینید این معمول جریان آرام هست و خب جریان آرام فقط تابعیست از رینوز و جنس سلولی در اون اصل نیست. نقطه دومی که میخوام بگیم باز بچه بسیار بسیار مهم است در دیاگرام مودی اینه که حالا اگه شما شیگه باقی نه بعد آخر سر اونجوری باید نگاه خواهیم کرد میگه بچه شما در اینجا یا آرام دارید یه جایی هم بچه یه خدشی میبینید یه خدشی توی نمودار رو میبینید که نمودار رو درست بسید حالا بعد نمودار واقعا شما یه خدشی باید شما میبینید که این نمودار از یک جایی نمودارهای شما رو این نمودارهای شما رو از یک جایی اشکال کرده از یک جایی اومده قطع کرد از این دو اومده قطع خب حالا این چی دوستان این خطی که اومده قطع کرده اینا تو از کجا قطع کنه از جایی قطع میشه و چون اینده قطع کنید جایی است که از اینجا رو برد بسید نمودار چیه صاف شده دیگه یعنی نمودار دیگه از این خطی که اومده تو صاف دیگه نزول نکرده اینجا رو یه طرف از صاف میشه نمودار افقی میشه منظور صاف آره منظور افقی میشه بعد یا مثلا شیمش مثلا نه دیگه افقی میشه یعنی این نزول نداره کاملا خطا افقی یعنی این خط این جایست از جایست که دیگه شیم نمودار چی میشه صفر میشه دقیقا این میشه شیم نمودار که صفر میشه از این جایی باید خب
یعنی از این انقدر میاد میاد شیر کم میشه کم میشه از یه جا میشه بیشتر من تقریبا صفر میشه دیگه. خب این خطیه دقیقا من تو جایی است که از اونجا به بعد میتونه میگیم شیر میگه اونجا صفر، یعنی خط افقی است دیگه نزول نمیده. بعد در قرد این سمت راست این خط چینه که گفتیم جایی است که این نمودارها خط ساخت میشن، این خط ساخت شده یعنی چی های عباسی؟ یعنی شما میگه از این خط ساخت شده افقی شده شیر صفر دیگه، یعنی چی؟ این نسبت اپسیلون به دی و یکه اپسیلون به دی یکه؟ نه نه چی تو میگی؟ ها اپسیلون صفره صفر نیست، اپسیلون یا عدد دونی نمودار کل این نمودار آیا هم بسه اپسیلون دیگه بسه یک دهم کل این نمودار تا بالا رو مربوط به اپسیلون یوم یک صدم، ولی وقتی اینجا یک خط صاف میشه از یه جایی خط صاف میشه یعنی شیر صفر میشه و خط افقی میشه، این به چه معناست؟ و این به سیگاه درسته در کلش ثابت نه در این نقطه در چیز ثابت نیست، بهتر نیست بگه آره این ضریب استقرار بگه وابسته به چی نیست؟ ضریب استقرار بگه وابسته به عدد زینوز نیست مثلا در قطع بده خواهد شد؟ بگه بچه آیا عباسی تمام رو بیا از این خط رو من اینجا خط بگیم صاف شده، اگر خط صاف شده یعنی رینوز من این عدد باشه بازم اف یه عدده، رینوز این عدد باشه بازم اف همی عدده، رینوز اینجا باشه بازم اف همی، ستایشون چیه بچه ها؟ ستایشون یه اف به شما میدن، رینوز اینجا باشه بازم چیه اف؟ همینه دیگه بسو، یعنی وقتی خط صاف میشود، نه چه وقتی میگیم خط صاف میشه چی؟ یعنی رینوز هر چقدر عوض بشه دیگه این اف عوض دیگه اف عوض خیلی مهمه. یعنی باشه وقتی شما یک خط صاف شد یعنی دیگه این ا تابعی از رینوز دیگه نیست، دیگه رینوز تغییرات رینوز دیگه چیه؟ روی تغییر اف دیگه مؤثر نیست، چون هر شما در رینوز در عوض بشه اف همه عدد خط هست چون خط صاف دافه بشه. بنابراین بچه از خط شین به این بعد دیگه میگیم آقا اف تابعی از رینوز نیست، نه از خطی می بعد یه اف تابعی از رینوز نیست چون خط صاف شده بیرون هر عدلی باشه اف ثابت نیست دیگه تابع از رینوز نیست رینوز متغیرش نیست. حالا یعنی چی؟ حالا در قرار شما پس بگیم ما در قرار شما در جریان آرام می گفتیم اف تابعی از اپسیلون یوم نیست فقط رینوز توش مؤثر از خطی به این ورا میگیم برعکس برعکس یعنی آرام در جریان آرام فقط رینوز مهم بود اپسیلون یوم مهم نبود، ولی از خط چین بیه برای چون خط افقی چه میبینیم برعکس رینوز مهم نیست فقط دیگه چی مهمه؟ اپسیلون دیوم مهم اینه که اپسیلون دیوم به چنده بیا رینوز هر چون عوض بشه افقی عوض میشه مهم اینه که کدوم از اپسیلون دیوم ها میگونجه دوستو؟ برعکس دیگه حالا از خط چین بیه برای چون نمال مایه چیه؟ اینجا مربوط چه به جریان ها چی؟ مربوط چه به جریان های آشفته والا من کاملا آشفته به جریان های کاملا آشفته و جریان چی میگه؟ جریان های کاملا زد. پس خدشین به این ور بچه ها خدشین به این ور جرمه های کاملا آشفته یا کاملا زبر در جرمه های بچه کاملا آشفته و کاملا زبر دیگه افتابه از رینوت نیست فقط تابه از افتابه دیون چون خطی صاف میشه و بچه به این نیتا اینجا چی میشه؟ بچه میشه جرمه های چی؟ اینجا میشه جرمه های چی؟ واسط بهش میگن جرمه های چی؟ واسط پس سه جرمه های بچه جریان آرام داریم، جریان های واسط داریم و جریان های کاملا چی؟ آشفته داریم. من اگر بخوام در واقع بحث خلاصه خدمت دوستان در واقع بنویسیم و یه جمع‌بندی بکنم تو بچه‌ها این بحثی که دارم میگم واسه خیلی مهم است که هیدرولیک دوباره با این دیاگرام بودیم و این سو بحث ها کار خواهیم داشت دوستان. ببینید شما اگر حالا من اینجا رو کار می‌کنم اگر اینجا رو باید بکنم خب بابا در جرم آرام چیه؟ در جرم آرام گفتیم اینجا دفت من رو کنیم گوی بابا در جرم آرام باید چیه؟ جریان من اگر این پروشتی باید کنم این چیه؟ این باید جریان چیه؟ آرام در جریان آرام گفتیم اف فقط تابع از رینوز داره اف چون دیگه مؤثر نیست
در جریان دوستان، در جریان کاملا آشفته، در جریان کاملا آشفته چی بچه ها؟ اف فقط تابعی از چیه؟ اف فقط تابعی است از اپسیلون دیو، برعکس دیگه رینوز توش محصر نیست، چون رینوز هر چی دارم عوض دوشون خط صاف شده دیگه محصر نیست، عوض نمی کنه اف، اف فقط تابعی است از اپسیلون دیو. و اگر جریان شما جریان های واسط باشه یا جریان های بینابینی میگیم، در جریان های واسط بسان اف چه تابع از چی؟ تابع از اپسیلون دیو و رینوز جفتشه. به نظر سه حالت میشه، پس سه حالت الان دیده چی شد؟ پیش آمد. اگه جریان آرام و لاینی باشه میگیم اقا جنس سلول مهم نیست، اپسیلون دیو مهم نیست، فقط همون سرعت جریان مهمه، رینوز مهمه، لذت سیاد مهمه، فقط تابعیت از رینوز. اگه جریان کاملا آشفته کاملا زر باشه برعکس میگیم که اصلا رینوز مهم نیست، فقط جنس سلول مهمه توی افت، یعنی در افت فقط اون جنس سلول مهمه، دیگه بحث لذت دیگه مهم نیست، یعنی اصلا لذت مهم نیست، این اف در افت فقط تابعیت از اپسیلون دیو. اگر در بین جریان های کاملا آشفته و آرام باشه که جریان های واسط هستش، اینجا اون جایی که هر دو عامل موثر این رینوز هم اینجا چون عوض بشه باید تا این نمودار حضوری است اف عوض میشه، اف تو نمودار واضحه دیگه، هر چی که اومد اف تو دیگه عوض میشه یه نمودار دیگه میشه باید تا اف تو میشه عوض میشه. پس سه حالت چیه دوستان؟ رخ بده جریان کاملا آشفته، جریان آرام، جریان چی؟ واسط. و خیلی جالب هم هست اینکه مثلا شما حالا چرا خود سوال میگه چرا بچه واقعا این جریان کاملا آشفته از ذهن میشه دیگه رینوز محسن نیست و افته، یعنی رو برمی هم شما لذیت لذیت یه جون دیگه محسن نیست و اون چیزی که نقشه اساس رو بازی میکنه دیگه باید چه جه جنس رو میبرست، جنس رو میبرست دوستان داره نقش بازی میکنه. شاید میشه گفت به این علت که در جرمه های کاملا آشفته این جرمه های صورت های خیلی بالایی دارن، مثل جرمه های اینا چون رینوز های بالا دارن از این رینوز یعنی حدی بیشتر می کنن، اون جرمه ها قاعدتا چیه؟ یه نقش اثر سرعت کم یه سرعت خودش اینقدر بالا رفته و اثرش رو گذاشته که دیگه حدی بیشتر خیلی توفیق چیه؟ تغییر استکار نمی کنه دیگه، فقط اون جنسی که داره نقش اساس رو بازی می کنه. یا در جریان آرام بعد از جریان آرام خیلی خیلی سخته، چطور میشه اصلا جنس سلول مهم نباشه؟ ببین جریان آرام میگم جنس سلول مهم نیست، فقط خودم و لذت مهم، شاید باز میگم در جریان آرام برعکس هم اثبات اینه که در جریان آرام انقدر سرعت ها پایینه، چون در رینوزهای خیلی کم انقدر سرعت ها پایین هستش که دیگه زبری خیلی اصل میمون استقاط ما نمیذاره، اون خود لذت گران روی خود سیاله که داره نقش بازی میکنه. حالا اینا چیزهایی است که میشه تحلیل های این شکلی روش ارائه داد، ولی حالا چی کنم مسلم از دیار برامونی شما درک بکنید که سه قسمت دیار برامونی در واقع سه قسمت خواهد داشت، قسمت مربوط دیاران آرام که بچه بودن فرمول تنها قسمت بچه فرمول داره همینا در دیاران آرام برای یک فرمول مشخص داریم، بنابراین میتونیم برای جریان آرام افت انرژی رو به یه رابطه بهش برسیم مستقل از اف، برای دارن نه دیگه اون مشخصی نه فرم کلی اونا اچ اف مثلا اف ال بی دو جی است فرم کلی اینه، یا هم هش اف ال کیو دو جی بی دو بر ما رو که اف رو بری عدو دیاگرام مودی برای این دارن چه کنیم بریم اف رو عدو دیاگرام مودی محاسبه کنیم بذاریم تو روابطمون و چکار بکنیم افت انرژی رو حساب کنیم. بنابراین برای این دو حالت فرمول مشخص داریم، صرفا بعد بریم تو دیاگرام مودی و دیاگرام مودی استفاده بکنیم برای اینکه بتوانیم در واقع اف رو حساب کنیم. این دو تا نکته مهم اینا چا و دو نکته مهمی که وجود در نامه ایران آرام هست که دارن تا آشده به خدشنی خیلی مهم هست توی دوری کم مثلا اونجا بعدا خواهی دید که یه شم به دیاگرام مودی داریم برای محاسبه زدیم شزی اون خدشنی چی میگنسش؟ جا؟ به خدشنی چی میگن؟ تو مرد دیگه مرد جان خواهر آشکو جان باز کن جایی که از نماد خط افقی میشه دیگه چون خواست نه این سمتش سمت راستش که رنوزایی میشه در جان خواهر آشکو میشه سمت جان واسط هم خب حالا تو برای که یه نظر اینو دونیم نهتر به من تحصیل رو بدیم من این نمودار حالا باید نمودم های
عباسی اینطوری من بگم جلو دوربین اگه بشه من خودم ببینم که الان چی داریم میبینیم اینجا. زوم میشه کم میشه نکرده. خب من کیفش الان خوبه دیگه فکر میکنم. آره درسته؟ خب دوستان اگه نگاه بکنن به اینستاگرام مجلس نگاه کنید، این در واقع ضریب استکاک اف خواهد بود، این در واقع عدد رینوز هستش، این هم بچه همون نمودارهایی است که اصلا نکنیم نمودارهایی است که در واقع بینید اینها اپسیلون دیوم های مختلفه، مثلا اپسیلون دیوم در واقع از 500 شروع میشه، 400، 300، 200 میاد تا اپسیلون مثلا 100,000 و الی آخرین اپسیلون دیوم های مختلفی است که شما اینجا مشاهده میکنید. و بچه این همون خدچینه است، این همون خدچینه است که در واقع بچه این خدچینه ناحیه رو دو قسمت، این سمت زده ناحیه کاملا زبر کاملا آشفته، سمت چپ زده ناحیه انتقال یا همون ما ناحیه واسط گفتیم، جریان‌های واسط در ناحیه بینابینی یا انتقالی یا ناحیه بحرانی گفتیم. و این خط صافه نگاه کنید، این خط صافه دوستان، این خط صافه همون جریان آرام گوده اف میشه 64 تقسیم بر چی رینولد. اصلا بچا خط صاف نیست ها، چون اگه می‌خواست خط صاف باشه بعد اف مثلا میشه 64 ضرب در رینولد، یه تابع خطی میشد، این 64 تقسیم بر رینولد قاعدتا این یک منحنی هست، ولی منظور خطی است که جدا از این سیستم دیگه. اینجا این خط مربوط جریان آرامه، این ناحیه میشه ناحیه جریان‌های واسط یا بینابینی، و این ور خدچینه که ببینید خطا صاف شده، مثلا خطا صاف شده، این ور خدچین خطا صاف شده، فقط اپسیلون دیوما مهمن دیگه. هر کدوم از این نمودارها بچا مربوط به یک اپسیلون دیوما، که اپسیلون دیومش این آخر نشه، مثلا یک ارزم بزرگتون که 100,000 این خط قرمز تا بالا بیاین، کل این خط قرمز مربوط میشه به جریان چی اپسیلون دیوم 100,000. حالا رینوز رو میای اینو قطع می‌کنی، میایید افرش کار می‌کنید، میخونید دیگه، درست شد؟ بنابراین این همون چیزی که ما اینجا سعی کردیم شماتیک براتون بکشیم، ولی خب اینجا واقعیش اینه، البته بس دوستان بعد بزنن با این نمودار ان شاءالله کار بکنن. حالا ما ان شاءالله تو سامانم یادمون باشه اینو عکسشو بذاریم که برای امتحانتون خیلی لازمه. یه نکته که واسه اساس نمودار دقت کنیم بودیم محور افق رینوز، در رینوز دوستان نگاه کنید اعداد مثلا این چیزی هست 10 به توان 3 2 3 4 5 6 8 مثلا 10 به توان 4 2 3 4 5 6 8 10 به توان 5 سوام میدونن که وقتی اینطوری می‌نویسی یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا رنز شما هست 2 ضرب در 10 به توان 4 میشه اینجا دیگه، اینجا تا اینجا 10 به توان 4، این 2 یعنی 2 ضرب در 10 به توان 4، این 5 یعنی 5 ضرب در 10 به توان 4 تا میرسه به 10 به توان 5، باز این 2 3 4 5 6 8 9 میشه مثلا 2 ضرب در 10 به توان 5، این 3 ضرب در 10 به توان 5. خب اعدادم که منظور اون شکلیه. خب اینم اون نمودار واقعی که حالا دوستان من رو اینم توضیح دادم، انشالله با سعی میکنم تو سامانم این نمودار دیاگرام مدیر انشالله خدمتتون بذاریم. باز بچه این عدد پایین باز خواهشان نگاه کنید، عدد پایین رو باز دارم میگم، این که 10 به توان 3 این یعنی 2 ضرب در 10 به توان 3، این 3 ضرب در 10 به توان 3، باز تا اینجا میشه 10 به توان 4، این از 2 ضرب در 10 به توان 4، این از 3 ضرب در 10 به توان 4، رینولدزی که شما اینجا مشاهده میکنید و بقیه پارامترهایی که اینجا مشاهده میکنید. بسیار خوب، این هم بعد بحث دیاگرام چی؟ بودی که انشاءالا دوستان ما دوستان فهمیده باشن. خیلی خوب، حالا بریم با هم به نظر یک مثال رو هم بسید بشه بزنیم یا میخواید آدم بسید چیز کنیم باید؟ بسید بشه بزنیم یک ساعت شد دوها را دیگه استوب کنیم، بریم سراغ انواع مسائلی که قرار را تو باز بس بردیم، خیلی مهمه انواع مسائلی که بعد تو بازداده از رابطه مطرح میشه که خیلی خیلی مهمه که اموال مسائل رو با هم تقسیم بندی کنیم و بعد باید حالا یک مثال هم برای اموال مسائل با هم انشالله حل کنیم و یک بحث جا بیفته. خب انشالله